دلی آوردن که در شعبه دیگه هم کارشون برای همزو مقصد جور شده. یکی از مقصد از این گروه است که در بین جامعه سماجی، ثقافتی و تعلیمی آگاهی پیدا شده. دومین مقصد از این گروه است که برای اون نفران که لیاقت در مختلف شعبه زندگی برای از ما یک مرکز باشه و یک اداره باشه تا که اونا لیاقت خو نشان داده بیدنه. و سیون مقصد از این گروه است که هر چقدر ممکن است در جامعه مثبت تبدیلی باید. هزارگی کلچرال پروگرام، امو تر که شما خبر داشته باشین که این روزنه برنامه هزارگی کلچرال پروگرام است. این دو روزنه برنامه است و در بینشی مختلف تعلیمی داره مقابله منه. ما کوشش کردیم که تمام تعلیمی داره هزار تاون دزی شرکت کنن، لیکن از خاطر چندین مصروفیات بسیاری اسکولا کستا در اینجی شرکت نتنیست. مقصد از این برنامه، مقصد از این دروزنه برنامه است که طالب علما از باره آزرگی کلچر خبر شنه. امیتر که ما در دیگر شعبه پیش موریم، امیتر ما از ثقافت آزرگی خم خبر داشته باشیم و آگاهی پیدا کنیم و طلبا و طالبات بیتنه که دوباره آزرگی کلچر ریسرچ کنه. و یک مقصد از این پروگرام است که دزی ماحول وزی ماحولی کشت و خون و بسیار خراب ماحول مردمان لطفندوز شنه از این برنامه. اول نروزی از این برنامه موتر که لایق فیزی گفته که کلچرل اگزیبیشن یعنی نمایشی ثقافتی است و در بین از اون مختلف اداره ثقافتی آزرگ پیش منه در صورت مختلف آیتم یا هر چیز که ریلیتید تو آزرگی کلچر است امور پیش منه. دویم روز از این برنامه است دراما، تبلو و کیت واک کمپتیشن است که امو مختلف اداره در مقابله منه و آزرگی کلچر پیش منه تروی امزی درامه خو، تبلو خو و کیت واک. بسیاری اداره است و نفره است که برای از مو دزی برنامه کمک کده و مو از اونا تشکری منیم. اول نیش کسته لندن ایژوکیشنل اکیدمی که مو را جای داده که مو این برنامه را برگزار کنیم و استار ایژوکیشنل سوسایتی که برای ریارسل مو را همیشه جای داد و فیکلتی ممبرز آف بیوتمز که اونا اماده و کد از مو کمک کده بلا واسطه یا بلا واسطه تمامش که از مو کمک کده. تمام استودنت بیوتمز این پروگرام را که برگزار کده امروز تمامش شاگردای بیوتمز است. و ما از تمام مهمانای گرامی شکرگزاری منیم که اونا آمده و این پروگرام را رونق بخشیده. بسیار از این نفرا است که برای از این پروگرام کمک مالی کده و ما شکرگزار از اونا هستیم، چرکی بدون از اونا این پروگرام ایج ممکن نبود که برگزار شنه. و یکی از اونا است محترم محمد داوود چنگیزی صاحب که از کویت است. دیگه است محمد جواد، یکی از رفیقه است که از استرالیا مورا کمک مالی کده و یکی از رفیقه که از افغانستان است اصغر علی. کلمزی ما اختتام اینترودکشن گروپ را مونم و تمام شما را خوش آمدید مگم و از شاگرده گزارش مونم که اونا نظم و ضبط را برقرار بیلد. تشکر. دلیل بخش برنامه مریضی که تاریخی حوالا بیدیم ما مستر زانه و در زبان فارسی در بزرگان داری گروفشن دعوت بیدیم خست شما کس که مختصرا تاریخی آزوارا کس بودشن پیش کنم. مستر زانه در برپور دعوت تحسین شو مستر زانه رکیم. خواهران و برادران عزیز، همان طور که تذکر داده شد محفل امروز به مناسبت دعوت مردم هزارا به خودیابی و خودشناسی دایر گردیده است. خودیابی و خودشناسی هم در فرهنگ ها و هم در تمدن ها دارای اهمیت است و هم در آموزه های دینی روی آن تکیه شده است. در آموزه های دینی ما چنین چیزی وجود دارد که من عرف نفسه عرف ربه، یعنی هر که خود را شناخت پروردگار خود را می شناسد. چنین چیزی اهمیت خودشناسی را نشان می دهد، زیرا جامعه و مردمی که خود را نشناسند خدای خود را نیز نخواهد شناخت. در نتیجه چنین ناآگاهی است که آدم نمی‌داند جهان چیست، جهان به کدام جهت حرکت می‌کند و او خود کیست و نقش را که باید در این جهان داشته باشد چیست و
او چگونه نقش جهانی خود را بازی کند. خوشناسی چیست؟ از کجا آغاز می شود؟ و چه نتایج مثبتی را به بار می آورد؟ خوشناسی را اگر تعمیم دهیم و آن را عبارت از خوشناسی یک ملت و جامعه بدانیم، باید عرض کنم که خوشناسی عبارت از این است که یک ملت موقعیت جغرافیایی، ویژگی های فرهنگی، تاریخی و توانایی های انسانی خود را بشناسند و از آن در راستای پیشرفت و ترقی بهره گیری نمایند. قهرن چنین برداشتی از خوشناسی این مسئله را نیز نشان می دهد که خوشناسی را از کجا آغاز کنیم. خوشناسی از شناخت فرهنگ، تاریخ و موقعیت جغرافیایی و غیره آغاز می شود. هرگاه ما امور مذکور را شناختیم، صاحب شخصیت فرهنگی و تاریخی می شویم و با قدرت با فرهنگ ها و تمدن های دیگر وارد تعامل و گفتگو می شویم و با بهره گیری از تجربه های مثبت دیگران در راستای پیشرفت و ترقی گام برمی داریم. همین است نتیجه مثبت خودشناسی. هزارها به عنوان یک ملت بزرگ که عمدتاً در افغانستان، ایران، پاکستان، آسیای میانه و سایر جهان به صورت گروه های قومی کوچک و بزرگ زندگی میکنند، نیز دارای فرهنگ و تاریخ خود است. این مردم که به قبایل متعدد تقسیم شده از نژاد واحدی به نام نژاد ترک مغول میباشند. این مردم از خود تاریخ و فرهنگ درخشان و تمدن غنی داشته اند که در تاریخ به نام فرهنگ و تمدن کوشانی ها، غزنوی ها، تیموری ها و مغلی هند یاد شده است. این فرهنگ و تمدن هایی که ذریعه هزارها به وجود آمده اند، با آن که در ردیف بزرگترین فرهنگ و تمدن های جهان قرار دارند، در اثر انقطاع فرهنگی و تمدنی برای هزارها ناشناخته باقی مانده است. به همین خاطر است که هزارها شخصیت حقوقی و تاریخی ندارند و از حقوق و شخصیت حقوقی خود در ساحه ملی و جهانی قدرت دفاع ندارند. برای یافتن شخصیت حقوقی و تاریخی خود، باید هزارها فرهنگ و تمدن خود را به صورت اصولی‌تر و عمیق‌تر بشناسند و به جهان معرفی نمایند. چنین کاری ضرورت و تحقیقات زیاد دارد، اما این روز من طبق بزاری اندک علم خود فقط اشاره به طرف تمدن هایی و فرهنگ هایی می کنم که در طول تاریخ توسط هزارها به وجود آمده اند، به این امید که این آغازی باشد برای تحقیق روی این تمدن ها و معرفی آنها برای هزارها و مردم جهان. تمدن کوشانی ها، غزنوی ها و تیموری ها در قلمرو خراسان به وجود آمده و تمدن مغلی هند در کشور هندوستان و پاکستان. کوشانی ها در اوائل سده میلادی در خراسان سلسله مقتدری را با وجود آوردند و با گرفتن سیاست معقول و درست راه پیشرفت و تمدن سازی و فرهنگ آفرینی را به سرعت پیمودند. بزرگترین سلطان کوشانی ها کنیشکا کبیر بود، او که هم یک سیاست مداری لایق و یک سرمشکری برجسته و هم دوستداری علم و دانش بود. کشور را به طرف پیشرفت و ترقی هدایت نمود. در دوره او بود که خراسان مهد علم و دانش و در ردیف بزرگترین تمدن ها و فرهنگ ها قرار داشت. اگر بخواهیم خصوصیات فرهنگ و تمدن کوشانی ها را به صورت مختصر معرفی نماییم، باید عرض کنم که در دوره کوشانی ها تعدد فکر، عقیده و مذهب محترم بود و طریقه های بودایی، برهمنی و زردشتی مساویانه تحت حمایت دولت قرار داشت و پیروان آنها با همدیگر روابط خوب داشتند و با همدیگر با دید احترام و تکریم می دیدند. چنین چیزی بود که روحیه بردباری مذهبی را به وجود می آورد و فرهنگ خشونت و فرقه گرایی را زمینه رشد و جولان نمی داد. همینطور در دامن این فرهنگ روحیه علمی، اصالت اقتصاد، زیبایی شناسی و ارتقاء دانش هیکل تراشی به وجود آمده بود که مجسمه موسیقی نوازانی که از بودا کشف گردیده و تصاویر رنگی بامیان و دو مجسمه بزرگی بودا که در بامیان قرار داشت نمونه های از این ترقیات فکری و ذوقی است. غزنویان و تیموریان. در دو تمدن غزنویان و تیموریان که بعد از ورود اسلام در سرزمین خراسان به وجود آمدند، ما با روش صنایع ادبی به ویژه در بخش شعر،
تاریخ نویسی، فقه، تفسیر وغیرہ.